های دکتر، حالا چون میخوایم وارد بحث گوش و حلق و بینی هم بشیم، میخوایم سوالات مردمی رو بیشتر که خیلی از ما سوال میکنن پاسخ بدیم. در خصوص شنا کردن، افراد میان بلافاصله بعد از شنا کردن حالا دچار مشکلات در واقع سرماخوردگی از جمله سینوزیت میشن. آیا میتونه در واقع شنا کردن عاملی باشه برای سینوزیت؟ زمینه که خب میدونی استخرها گاهی اوقات دو شیفته هم هستن، خانم ها هستن با عفونت های خاصی که وارد استخر میشن، بعد دوباره آقایون به همین ترتیب، و حتی کلوری که مثلا در آب میزنن برای از بین بردن عفونت ها، اینها ورودش به مجاری هوایی و سینوس ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی ایجاد سینوزیت؟ ببینید، اینطوری نیست که شما برید توی استخر شنا کنی آب وارد سینوسات بشه. سینوسا بالاخره مجاریش خیلی به شدت تحت کنترل هستن و به این راحتی آب نمیتونه واردشون بشه. ولی اگر فردی شیرجه زده باشه تو آب و بعد بلافاصله بعد از شیرجه دچار درد در ناحیه سینوسات شده باشه، این عامل ما میتونیم بپذیریم، چون در اثر شیرجه به خاطر اون فشار شدیدی که وارد بینی میشه میتونه اون آلودگی ها وارد سینوس شده باشه و بعد سینوزیت ایجاد کرده باشه. برای اینکه فرد رفته باشه شنا کرده باشه و بعد بیاد دچار سینوزیت بشه، به این راحتی آلودگی وارد سینوس ها نمیشه. بسیار، آقا شیرجه نزنید تو آب، شیرجه نزنید. خیلی